علاقه من به دنیای مد و فشن برمیگرده به کودکی و مادرم. مامانم سعی میکرد که لباسای خودش و ماها رو طرح بزنه و بده خیاط تا بدوزن و کم تا پیش میومد که از فروشگاه خرید کنن و من هم یواش یواش به طراحی علاقه‌مند شدم. وقت بخیر، من عسل ستایش هستم، نویسنده و مستندساز و پژوهشگر و علاقه‌مند به دنیای مد و فشن و میخوام در مورد دومین صنعت آلاینده زیست محیطی یعنی پوشاک و دنیای مد و فشن با شما صحبت کنم. آندریاس ارنست، استاد تجزیه و تحلیل و روانشناس محیط زیست، میگه که انسان‌ها از نظر تکامل برای اوضاع خطرناک ساخته نشدن. اونها به صدای خشخش بوته‌ها سریع واکنش نشون میدن، اما به تهدیدات ناشی از تغییرات ناملموس زیست محیطی اعتنا هستن. به همین دلیله که زمین گرمایی پاسخ سریع و مستقیم انسان ها نمی باشد، چرا که روند گرمایش زمین کند هست و اگرچه گاه پیامدهای اون آشکار میشه، اما در زندگی روزمره ما احساس نمیشه. صنعت پوشاک به دلیل استفاده از رنگ‌های شیمیایی، کودهای شیمیایی، آفتکش‌های مزارع پنبه، استفاده از مواد نگهدارنده و مواد شوینده دومین صنعت آلاینده زیست محیطی محسوب میشه. 40% از الیاف طبیعی لباس ما رو پنبه تشکیل میده که در سراسر جهان تهیه و تولید میشه. ایالات متحده امریکا از پرمصرفترین مواد شیمیایی در جهان محسوب میشه. در کشور ازبکستان که ششمین تولید کننده پنبه در جهان هست، با تغییر دو مسیر رودخانه آمودریا و سیردریا و دریاچه آرال به سوی مزارع پنبه، باعث خشکی دریاچه شدن. همه این موارد رو که در نظر بگیریم، متوجه میشیم که پوشاک به تنهایی چه آسیب جبران ناپذیری بر محیط زیست وارد میکنه. اصطلاحی در دنیای مد و پوشاک وجود داره به اسم فست فشن که به معنی پوشاک فوری هست و در دو فصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان ارائه میشه. به این دلیل که مشتری های این گونه پوشاک در جریان مد روز قرار بگیرن و بتونن با هزینه کمی پوشاک خودشون رو تهیه کنن و به روز باشن. فست فشن های مشهوری همچون اچ‌ان‌ام از سوئد، زارا از اسپانیا، گپ از امریکا و منگو از کاتالونیا وجود دارد که این برندهای محبوب و معروف در کشورهای فقیرنشین و توسعه نیافته که نیروی انسانی زیاد و ارزونی دارند، در شرایط بد و کارگاه‌های بسیار نامناسب و غیر ایمن پوشاک خودشون رو تهیه و تولید می‌کنند. غیر از فست فشن‌ها در حوزه پوشاک، تولید انبوه هم وجود داره که
چندین تفاوت اساسی داره با فست فشن ها. عمده تفاوتشون هم اینه که در فست فشن ها طراحی اهمیت ویژه‌ای داره و باید با فصل حتما طراحی ها تغییر کنه و چیزی مثل شو لباس دارن. اما در تولیدات انبوه دیزاین و طراحی لباس‌های فصلی صورت نمیگیره و حتی ممکنه که یک تر سالها و به صورت ممتد ادامه داشته باشه. به همین دلیله که فست فشن ها گرانتر از تولیدات انبوه هستن. خیلی از مردم میل به خرید از فست فشن ها رو به صورت هفتگی دارن که این رفتاری بسیار غلطه و باعث میشه که دفعات خیلی کمتری از لباس استفاده کنن که در آخر لباس ها سر از زباله ها در میاره و همین امره که باعث آسیب و تخریب محیط زیست میشه. به طور کل این گونه پوشاک از هیچ تفکری بهره نبردند و فاقد هر گونه اصالتی هستند و همینطور باعث از بین رفتن فرهنگ لباس‌های بومی کشورهای مختلف از جمله ایران شده. شیوهی در طراحی لباس به اسم پوشاک پایدار که بر پایه مبانی زیست محیطی بنا نهاده شده سال هاست که فعالیت خودشون رو در اجتماع و اقتصاد شروع کردند، به این گونه که تا حد امکان از تأثیرات مخرب از عملکردهای انسانی در محیط طبیعی کاستند. یک راهکارشون هم این بوده که وزن پوشاک رو کاهش بدن تا از انتشار کربن در محیط زیست کاسته شود و مهمه که همه مارکایی که در زمینه مد پایدار فعال هستند در مورد شیوه و روش کسب و کار خودشون 100% شفاف سازی کنن تا مشتری که برای حمایت از این گونه پوشاک روی میاره اطلاعات کافی در اختیار داشته باشه. برای خرید این محصولات که معمولاً با برچسب در پشت لباس ها، الیاف، نوع شستشو، چگونگی نگهداری لباس جهت افزایش طول عمر اون مشخص شده که باید ما دقت کنیم و با نخریدن پوشاک غیر ایمن و ناسازگار با محیط زیست تولید کنندگان را مجبور به تهیه و توزیع پوشاک استاندارد کنیم، زیرا این الیاف صدها سال روی خاک باقی میمونه و نه تنها و خاک را آلوده میکنه و نه تنها دور ریختن این الیاف درد سرسازه، بلکه تهیه و تولید اون به منابع آبی و خاکی ما هم ضرر جبران ناپذیری میزنه. و اما تأثیرات کرونا بر دنیای مد و فشن، از اونجایی که مد به شدت به یک هزینه اختیاری وابسته است، پس بیشتر از سایر کسب و کارها متضرر شد. به نظر میرسه در آینده شرکت‌ها بر روی محصولات محدود و متفاوت تمرکز می‌کنند و تابع فصل و ترندی نباشند. پس میتونیم امیدوار باشیم که در سبک زندگی جدید به مصرف کننده های بیشتری به سمت لباس های مینیمال و راحت سوق پیدا کنند.
و کم و بیش از مصرفگرایی و تجملگرایی دست بردارن. در این دوره مشتری ها به دنبال یک حجم کم و شکلی خلاقانه با رنگ های خونسا که قابلیت استفاده بیشتری دارند روی میارن. تولید محصول کمتر، خلاقیت و کیفیت محصولات، کاهش سفرها و تمرکز بر پایداری و همون مد پایدار باعث میشه که احترام به مصرف کننده افزایش پیدا کنه و در نهایت با لذت بیشتری از محصولات تولیدی استفاده کنن. پس تمرکز بر پایداری باعث بهبود تجربه مد هم خواهد شد. یکی دیگر از تأثیرات کرونا بر دنیای مد و فشن تعطیلی شرکت‌های تولیدی لباس در چین بود که تقریباً شرکت‌های پوشاک رو تحت تأثیر خودش قرار داد. به این دلیل که یکی از اصلی ترین تولید کنندگان محصولات مربوط به مد و فشن چین هست و تولیدات شرکت‌های بسیاری به چین وابسته است و همچنین لوازمی که در تولید لباس به کار میره مثل دکمه، زیپ و نخ. یکی از شرکت‌هایی که ضرر قابل بسیار توجهی در این دوره داشت شرکت سعودی H&M بود که بر اساس تخمین بانک جهانی UBS 50% از تولیدات این شرکت در چین انجام می‌شد، به طور موقت تمامی فروشگاه‌های فیزیکی خودش رو در 3 بازار بزرگ جهانی تعطیل کرد. دیگر خرده فروشان اروپایی هم از جمله زارا و اندیتکس هم از این قاعده مستثنا نبودن. به گفته مجله ووگ تأثیرات این ویروس بر این صنعت بسیار چشمگیرتر از سایر صنایع دیگه بود، چرا که بیزنس فشن یک بیزنس فصلیه و شرکت‌های تولیدی ممکنه نتونن محصولات مورد نیاز فصل بعد خودشون رو تهیه و تولید کنن. درسته که ویروس کرونا موجب یک رکود بزرگ جهانی شد، اما در نهایت فرصتی برای بازآفرینی ارزش‌ها هم به شمار می اومد. این ویروس باعث تولدی خلاق و ایدئال و یک رنسانس جدید در این صنعت بود. خب و در آخر چه کاری از ما برمیاد برای بهبود اوضاع کنونی؟ سعی کنیم که از محصولات تولیدی در داخل کشور خودمون استفاده کنیم. در مورد پیشینه هر برند که کجا تولید میشه و در چه شرایطی تهیه میشه اطلاعات کافی در اختیار داشته باشیم. زیاد خرید نکنیم و فقط آیتم هایی که واقعا به آن نیاز داریم رو تهیه کنیم و به استفاده از لباس هایی که با الیاف طبیعی ساخته میشه روی بیاریم و در آخر بی زمان لباس بپوشیم، پیرو ترند و مد نباشیم تا از طرح و رنگ اون دیرتر خسته بشیم. متشکرم.